خدا اگر بخواهد غیر ممکن ممکن می شود. هموطنان عزیز سلام، صبحتان بخیر. آرزو می کنم صبح خوبی را آغاز کرده باشین. برنامه صبح زندگی تا 2 ساعت در خدمت شما خوبان قرار داریم. مهمانانی که امروز در صبح زندگی است و موضوعاتی که انتخاب کردیم، بخش اول برنامه را بصیره حبیبی تقدیم شما کرد. حالا هم در بخش جام هستیم، در رابطه با دومین بازی افغانستان سریلانکا می خوایم صحبت های داشته باشیم و همچنان در رابطه با برگزاری لیگ والیبال افغانستان می خوایم صحبت های داشته باشیم. مهمان ما در بخش جام سید احد سروش، گردانده برنامه های ورزشی آریانا با ماست. آقای سروش سلام، صبح بخیر. چه خوب یه خنده اول صبح نه شادم و بعد جای گرفت. سلام به خودت و سلام به همکاران و سلام صبح بخیر به تمام هموطنان عزیز. ان شاء الله که صبح خوب را شروع کرده باشند در خدمت. میگه خنده نمک زندگی است. زمانی که خنده میکنیم اسمایل می داشته طبعا میگن میگه خنده نمک زندگی است. وای از آن روز که خنده نمک. به به صبح چگونه آغاز کردی سروش با گپای نو ای که امروز دومین بازی افغانستان سریلانکا هست؟ در مورد ازو بدانیم، در رابطه با لیگ قرعه‌کشی والیبال افغانستان بدانیم. صبح خوب است الحمدلله. هر روزی که آدم شروع میکنه با نام یاد خدا حتما میشه که روز خوب باشه. خب در مورد اول لیگ والیبال صحبت کنیم یا اول میریم که گپ مهم تیم ملی کرکت افغانستان است؟ تیم ملی کرکت افغانستان روز دومین بازی یک روزه بین المللی خود برگزار میکنه که بازی برابر سریلانکا است و قرار است در پاله کلی برگزار شود. ما بازی اول را با اختلاف 142 رنز باختیم. در او بازی که نیسان که 210 رن ثبت کرد، در مقابلش هم تیم ملی کرکت افغانستان با درخشش محمد نبی و همچنان عظمت و مرزای تونس که به تارگت نزدیک شد، ولی با توجه به که ما ویکت های خود زود از دست دادیم با اختلاف 42 رن بازی رو واگذار کردیم و برابر تیم ملی سریلانکا شکست خوردیم. ما قبل از او سریز در سریزی که به میدان رفتیم ما بازی تست را با اختلاف 10 ویکت باختیم، اما در دومی دیداره که به میدان رفتیم دیدار یک روزه بین المللی بود. حالا مسابقه دوم بازی های یک روزه امروز هم قرار است برگزار شود که ساعت 1 با بیننده ما خواهد بودیم. میتونن بازی را بیننده باشن. ما در بازی اول یک روزه متاسفانه در بازی تست هم راشد خان نداشتیم، به دلیلی که در از ناحیه کمر جراحی شده بود در بعد از جام جهانی 2023 و در لندن به سر می برد، اما در جریان مسابقات تکواندویی که در بنام فوجیره در امارات برگزار شده بود به تشویق تیم ملی تکواندوی افغانستان رفته بود که ما 2 مدال برنز گرفتیم. بله. و در این مسابقات متاسفانه نداشتیم اون را، چون هنوز از آسیب دیدگی به خوبی ریکاوری نکرده. احتمال میره که در بازی های 20 اوره، چون کاپیتان 20 اوره هست، شاید برگرده، ولی هنوز باید منتظر باشیم. اما تیم ملی کرکت افغانستان یک مصدوم جدی دیگر هم داشت که در بازی اول برای ما کم سخت تمام شد، مجیب الرحمن که روی بالهای جدید نیو بال خوب بازی میکنه. متاسفانه او هم به دلیل رگ برگ شدن دستش بازی ها را از دست داد و در هر سه بازی نخواهد بود. هم ال20 را از دست داد، هم لیگ بازی های افغانستان برابر سریلانکا را. در بازی های 20 اوره امید داریم که دوباره به خوبی برگرده و ریکاوری کنه، بتونیم در ترکیب تیم ملی داشته باشیم. بله، سروش است. امروز چگونه بازی خواهد کرد؟ ای که بازی های تست هم ما تجربه خوب گرفتیم، با سریلانکا بازی کردیم، اولین بازی هم که واگذار کردیم با 42 رنز. امروز چگونه خواهد بود؟ آیا تجربهشان، عملکردشان امروز متفاوت‌تر خواهد بود یا خیر؟ یک چیز است جمع شد که تیم ما در بازی، من قبلا به این باور رسیده بودم که تیم افغانستان در بازی های 20 اوره تیم فوق‌العاده است. یعنی ما تیم و تیم بسته و آماده است. اما حالا فعلا ما در بازی‌های 50 اوره هم نشان دادیم که تیم قوی هستیم. یعنی تن سریلانکا واقعا لرزید به اینکه ما در برابرش 382 تارگت داده بود. بله. هم با فقط 3 ویکت. شروع خوبی کرد سریلانکا. کاملا. و تانستن او تارگتی که نیاز بود را به ما بتن. و اما تیم ملی کرکت افغانستان خب در آغاز رقابت رحمان لاگرباز همیشه در این مواقع دچار مشکل میشه که کمتر کنترل روی بازی می داشته باشه، به همین دلیل نتونست که در بازی استی کنه و از بازی خارج شد. خارج شدنش از بازی سبب شد که تا ما تارگت خوب به دست نبریم. پارتنرشیپ عظمت و مرزایی و محمد نبی اگر نمی بود ما کم دچار کمی چی که سخت‌تر میشد کار ما، شاید با اختلاف ویکت می باختیم. اما در این بازی ما با اختلاف رنز باختیم و ما باورمند هستم امروز یک بازی متفاوت خواهد بود برای افغانستان. اگر ما با توجه به پیچ ریپورت که در اورز ما شریک کردیم، پیچ آماده بیشتر بر بالینگ بود، ولی برای بتینگ بود، ولی تصمیم به این گرفته شد که ما بالینگ بکنیم.
با وجودی که ما اسپینر نداشتیم، چند فست بالر آورده بودیم، به همین دلیل نتونستیم که به خوبی کنترل بازی رو در اختیار بگیریم. که نبود راشد خان، نبود مجیب، اینا فوق العاده محسوس بود. نبود قیس. ان شاء الله در بازی امروز ما تغییرات رو بیاریم و در ترکیب بعض بازیکن‌ها تغییراتی بیاید و این تجربه کمک بکنه امروز با توجه به بازی اول در ای پیچ امروز نتیجه بگیریم. ولی یک گپ است که فرق نمیکنه دیروز بازی داشته باشین و امروز 100% میزبان که میزبان مسابقه است تغییر در پیچ میاره تا پیچ بنف تاثیرات به خصوص می داشته باشه. ما هم امید داریم که افغانستان امروز درخشش خوبی داشته باشد. ببین در رابطه با مراسم قرعه‌کشی سومین دور لیگ مسابقات والیبال افغانستان که خوشبختانه بگیم از طریق تلویزیون آریانا فردا هم مراسم قرعه‌کشی است، در مورد بازی والیبال هم صحبت داشته باشه. قرار است که لیگ ملی والیبال افغانستان فصل سومش مفتخر به نشر رسیم از طریق تلویزیون آریانا به صورت انحصاری و این رویداد ضمنی که پخش جهانی خواهد داشت از طریق صفحات دیجیتالی هم پخش میشه که بیننده ما ضمنی که دسترسی به تلویزیون میتونن داشته باشن، همچنان در موبایل های خود میتونن، در کامپیوتر های خود میتونن ببینن. مسابقات از صفحات یوتیوب ما پخش میشه، صفحه فیسبوک ما نشر میشه و همه بیننده ما میتونن که این رویداد را تماشا بکنن. باید یک موضوع رو بگیم که فردا قرار ساعت 2:30 از طریق تلویزیون آریانا و آریانا نیست، صفحه فیسبوک آرین اسپورت، صفحه یوتیوب آرین اسپورت ما پخش زنده مراسم قرعه کشی رو داشته باشیم. مراسم قرعه کشی آمادگی خود گرفتیم، ان شاء الله از طریق در استودیو تلویزیون آریانا برگزار خواهد شد و این مراسم را میتونن همه بیننده ما شاهدش باشن. ما فکر میکنم که این بار ما بتانیم یک چالش خوبی در سپری بکنیم، چون هر رویداد جدیدی که برای تولید در اختیار ما قرار میگیره میتونه یک چالش خوب باشه و ما باورمند هستم که از این رویداد میتونیم به خوبی استفاده بکنیم، بینیدای ما را دلشان شاد بسازیم، بخصوص در وضعیت فعلی. انشالله بخیر و سلامت باشین. سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و موضوعات خوب با بینیدا شریک ساختین در بخش ورزش با شما هستیم. هموطنان عزیز، در حال حاضرم یک ویدیوی زیبا را با هم میبینیم. دوباره برمیگردیم از فدراسیون جودو افغانستان مهمان خیلی گرامی داریم.